امروز بناست از دو اثر همکار گرانقدرمان جناب آقای وکیل محمد هادی جعفرپور رونمایی کنیم و حضور شما سروران گرانقدرم به این مراسم غنای مضاعفی بخشیده در خیلی ها به من پیشنهاد دادن وقتی که تیرمان 99 که یک شنبه ها به صورت روتین پیشنهادهای مهاجری دیگه تبدیل شد به یک کار هفتگی در خبرگزاری چاپ میشد و بازخورد و بازتاب میمد، چه در کامنت های خود خبرگزاری، چه در اینستاگرام یا ایمیل من، پیشنهاد اینو میدادن که حیف هست که اینها پراکنده باشه و بهتر جمع نشه. از بین اینهایی که پیشنهاد دادن یک نفر مستمرا این رو مطرح میکرد و دیگه این موقع پیام داد که من جمع کردم، من اینا رو جمع آوری کردم، اگر اجازه بدید میخوام تبدیلش کنم به در واقع کتابی که حالا عنوانی داشته باشه اینها. و امروز رسیده به جایی که وقتش برسه اون سری سوم و چهارم، ولی الان سری سوم و چهارم خاطرات وکیل آقای امیری آماده کرده که امیدواریم در وقت و فرصت مناسبش ویراستاری بشه و در بازار نشر تقدیم مخاطبان و علاقمندان کتاب و کتابخونه بشه. برای من به کتاب جناب جعفرپور مهمه، امیدوارم وکلای دیگه هم همین کار رو بکنن. تجربه زیسته خودشون نه فقط تو حالا کیپری هست، میتونن تو حقوق خانواده، تو حوزه های دیگه بنویسن و کم کم مردم ما رو قبول کنن. ذهن من این کتاب رو که خونده و رسیدن به گلستان سعدی تعجب میکنید، این چه کار داره به گلستان سعدی؟ اما واقعیت ها رو وقتی نگاه میکنیم تا حدودی میتونه تا حدود بسیار کمی سایه از تفکرات سعدی رو داشته باشه. آیه جعفرپور بزرگترین علت تأثیر گذارشون این بود که مثلا تعابیری مثل اسقاط کافه اختیارات خاصه، اختیار لبن فاحش رو مثلا تبدیل کردن به حرفای که یک خانم خانداری هم که میومده توی دفتر ایشون به ایشون مراجعه میکرده میفهمیده حالا دیگه چی می توی کتاب ایشون و توی داستانهاشون اینجوری است. امیدوارم که امثال آقای جعفرپورها تفسیر بشن و نقش مهم خودشون، رسالت مهم خودشون که آگاهی دادن به مردم هست، این خیلی مهمه. آگاهی دادن به مردم و آشنا کردن به مردم از حقوق خودشون، این مهمتر رسالتیه که وکلا دارن.